24 مرداد سومین سال سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بود. روزی که از سوی طالبان به عنوان روز پایان اشغال تجلیل شد، اما مردم افغانستان این روز را به عنوان روز سیاه تاریخ می‌دانند. همکارم گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. 24 مرداد، روزی که گروه طالبان در نتیجه یک توافق نامه صلح آمریکا با این گروه و تبانی برخی از گروه‌ها و افراد در داخل افغانستان بر این کشور مسلط شدند. این روز از سوی شهروندان افغانستان به عنوان روز سیاه در تاریخ معاصر این کشور به حساب می آید و سومین سال تسلط طالبان بر افغانستان سیاست های محدود کننده این گروه علیه مردم افغانستان و اقدامات حذفی و تبعیض‌آمیز آنان همچنان ادامه داشت و زنان و شیعیان هزاره همچنان با بیشترین محدودیت نسبت به حقوق و آزادی های خود مواجه بودند. در سومین سال تسلط طالبان بر افغانستان ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران همچنان ادامه یافت و طالبان با وجود وعده های مکرر این محدودیت ها را لغو نکردند. سیاست های محدود کننده طالبان نسبت به حقوق و آزادی های مذهبی شیعیان افغانستان در سومین سال سلطه این گروه بر افغانستان نه تنها ادامه یافت بلکه تشدید شد. این گروه در دهه محرم محدودیت های بیشتری نسبت به سال قبل برای عزاداری شیعیان وضع کرد و در شهرهای مختلف پرچم‌های عزاداری را از بام خانه‌ها، دکان‌ها و فروشگاه‌ها پایین آوردند و پاره کردند. طالبان امسال همچنین شیعیان را از دعوت سنی‌ها در مراسم عزاداری محرم، گفتگو با رسانه‌ها در مورد عزاداری و حتی پختن نذورات در خارج از مساجد و حسینیه‌ها منع کردند. بر اثر برخورد خشونت‌آمیز طالبان، یک جوان عزادار در هرات به شهادت رسید و چندین نفر دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حکومت طالبان همچنین تدریس فقه جعفری را در تمام مدارس و دانشگاه‌ها از جمله مدارس خصوصی ممنوع کرده است. قتل‌های زنجیره‌ای هزاره‌ها و شیعیان و حملات تروریستی هدفمند علیه آنان نیز همچنان ادامه دارد. دیدبان جهانی حقوق بشر در گزارش تازه‌اش گفته است که شیعیان در افغانستان از زمان سلطه دوباره طالبان دیگر آزادانه نمی‌توانند مراسم مذهبی خود را انجام دهند. در تازه‌ترین گزارش کمیسیون ایالات متحده در مورد آزادی بین‌المللی ادیان که در اوایل ماه آگوست منتشر شد نیز آمده است که حاکمان افراطی طالبان علمای دینی شیعیان را خاموش ساخته و آنان را از برگزاری مراسم مذهبی منع کردند. از دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مونیخ، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر، با هم گزارش رو دیدیم. 3 سال از تسلط طالبان گذشته. طالبان تسلط خود را فتح و پایان اشغال می‌نامد. به نظر شما دستاوردهای این مدت و خساراتی که به شیعیان و مردم افغانستان وارد شده چگونه بوده است؟ بفرمایید. تمام خدا، اللهم صل و سلم و بارک علی سیدنا محمد المصطفی و علی آله الطاهر. بدون تردید گزارش شما کاملا گزارش درست، دقیق و همه جانبه بود و 15 آگوست یکی از فاجعه بارترین، سیاه ترین روزها در تاریخ افغانستان است. روزی که طالبان در نتیجه یک توطئه داخلی و خارجی بر افغانستان سلطه پیدا کردند و از مردم افغانستان قابل درک است که بدترین، دشوارترین و سیاترین روزای تاریخ خود تجربه میکنند. بنابراین یک سلطه ای که او استوار بر انحصار باشه، استبداد باشه، استوار باشه بر نفیگرایی، روی کرده غیر انسانی، تنوع ستیزی، زن ستیزی، به حرمتی به نمادهای ملی و شخصیتهای فرهنگی و بومی، کشدادن مردمان بومی و قبضه کردن
بر زمین های آنها چیزایی هستند که یک لیست بسیار دراز است که او را شما هم در رسانه ها و در گزارش های معتبر نهادهای بین المللی همیشه مشاهده میکنیم. بنابراین روزای خوب نیست در افغانستان و البته ما باورمند هستیم که این سلطه ای که مبنی بر ظلم است زیاد دیر دوام نمیکنه، به خاطر از اینکه هر نوع حاکمیت که استوار بر ظلم باشه پایدار نیست. همینطوره. با تشکر از دکتر حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از مونیخ که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.